آفرینگ شد. این که بهتره که بابک رو بهش نپردازه. تا این که بعد از مثلا اواخر جنگ بود، 1989 میترا، یواش یواش داستان بابک مطرح میشه، ولی تلاش میکنن تو کتاب های درسی یه روایت دیگه از بابک بدن. بابک علیه بغداد نیسته، بله درست همش نیسته. چرا ولی نیسته؟ به خاطر اینکه بغداد از اسلام فاصله گرفت. بابک مسلمان میخواد بره، حالا مسلمانش اول نمیگم، بابک میخواد بره به بغداد بگه آقا اسلام تو راستی نیست، میخواد بره جلوی خلیفه واسه بگه که آج این اسلامی که تو داری به کار میبری اون اسلام درست نیست که ما زمان خلفای راشدین داشتیم، به خصوص زمان علی بن ابی طالب. بنابراین اسلام تو اسلام بدیست، نادرسته، به کجراه رفتی، بنابراین من آمدم قیام کردم که اسلام تو رو درست کنم. اون برداشت یه مقداری میبینیم خودی تر داره میکنه با جمهوری اسلامی بابک رو. زمینه رو داره مثل آقای مورخ های مثل آقای رسول جعفری که خیلی هم توی زمینه فعال هستن، یه جوری میخوان که بعضی از چهره ها رو خودی کنن، یواش یواش بیارن خودی کنن. این ما آرام آرام میبینیم، اما در حد همین خیلی خیلی به قول فرنگیان مارجن لاز، یعنی حاشیه‌ای داره بهش پرداخته میشه. اون چیزی که ما کتابای زمان شاه داشتیم، کتابای دبستانمون و دبیرستانمون با بچه میامد جلو و عصفش رو داشتیم، از دیدم از خبر نیست، خیلی خیلی لو پروفایل به قول معروف اونجا هست. اما داستان یه چیز دیگه اینجا پیش میاد که یه مقداری همه رو عصبانی میکنه. این هم اینکه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکلی جمهوری آذربایجان، خب بالاخره اونا هم یک کشور تازه است به نام جمهوری آذربایجان، اونا هم میخوان تاریخ برداری کنن، یه تاریخ بسازن فلان بکنن، اونا میرن یخه بابک رو میگیرن، میگن بابک از کجا در اومده؟ تبریز نزدیک تبریز ترک فست با آذربایجانی جنس جنس چرستیمش. میرن تو کتاب های دستی شما برید، کتاب کلاس هشتم و نهم دبیرستان باکوری که ببینید که من اینجا بهش اشاره میکنم تو این مقاله، نقل قول میارن بابک فرزند کبیر آذربایجان ترک در برابر در حقیقت بغداد عرب ایستاده. اینجا یک هویت قومی هم آوردیم، چسبوندیم، سنجاق کردیم به بابک ترک شد، آذربایجانی. محمد طبیع زهرابی که یکی از فرقه دموکراسی سابق بود، توده‌ای که بعد آمده بود به ایران زمان انقلاب، بعد از انقلاب اومد تو تبریز، مدتی اونجا فعال بود، بعد با حکومت همکاری میکرد، یک کتابی داره به نام تاریخ ترکان ایران که بعضی به زبان آذربایجانی نوشته شده با سطح فارسی عربی. شما اگر الان برید بسیاری از این آدمان که علاقه دارن به این فکر، حتی ممکنه بلد هم نباشن بخونن، ولی مثل باید حتما تو خونه شون باشه به عنوان هویتش. بنابراین اون کتاب محمد علی زهدوی نگاهی که به بابک داره دقیقا میاد میگه بابک از آذربایجان و قرار بوده که هویت آذربایجانی رو مطرح کنه، قیام آذربایجانه و باید به عنوان قهرمان ملی مورد توجه آذربایجان قرار بگیره. رایش هم چیه؟ رایش هم اینه که هفته اول تابستون هممون جمع میشیم، شاد و کلاه میکنیم، میریم قلعه بعد، قلعه کلیبر، قلعه بابک، اونجا بزن به کوب میزنیم و جشن آذربایجانی ها رو میگیریم. خیلی هم زمان اتفاقا اصلاحات کسی هم چیزی نمیجو میفتن، اینا میرن هر سال اینجا میگیره. مردم چنا میرن اونجا بیشتر اهل اینه که به کارنوال چیچنی که میرن اونجا و آواز میبرن و قاروان میبرن و زمینه میزنن میرستن، این حرفا سپاه پاسترم بسیگم اون کنار واسده این چی نمیجه.
این اینا یه گروه های کوچیک هم وسط هست، این یه پرچمی هم میبرن، پرچم جمهوری آذربایجان میبرن بالا و یه سری شعارهای نمیدونم جشاسو نمیدونم قرآن و علم فلان هم میگن اونجا، اما در همین حد نگه میدارن کوچیک اون گروه. بیشتر اون کسی و واقعا اگر بگم بیشتر از مثلا 6,000 تا 7,000 تا 80,000 تا آدم میرن اونجا، اقراق نگفتن، یعنی آخرین روایتی که ما داشتیم از این داشتن تقریبا به 100,000 تا هم رسید، چرا اصلا از همه جای آذربایجان جمع شدن میرفتن اونجا. یه باشه با حکومت دید که ای بابا داشتن داره یه چیزی میشه از دستش داره خارج میشه. سال اول اومد سد گذاشت و جاده ها رو بست و چه چشمیگاه میکردن ماشین ها رو، چه عرق داره چه نداره، چه پاسپورت داره چه نیاورده، از این چیزها رو نگاه میکردن و بعدش از پرچم داره اعلامیه داره از این داشتن ها. ولی بعد از سالهای بعدی یواش یواش جلوش رو بستن که الان ممنوع شده، الان اجازه نمیدن داستان بابت خلقه بابت کسی بره و این جشن رو انجام بده. الان سعی میکنن که اون کسانی که میخوان اینو حفظ کنن تو شهرهای خودشون یک مراسمی بگیرن. بنابراین این به عنوان یک موجزی شد، این هویت تازه بابک که بابک حالا شده نماینده آذربایجان و ترکان آذربایجان، یک مشکلی شد برای بسیاری کسانی که در حقیقت بر نمیتافتن این داستان رو و تلاش کردن که کاری بکنن. خب حالا بهترین کاری که این کنند تلاش کردن بکنن تو این زمینه، چون به هر صورت اون نگرش ها هنوز به جای خودش بود، نگرش سعید نفیسی که بابک نماینده هویت ایرانیه و به اون شکلی با روایت احسان طبری، روایت در حقیقت مطهری، روایت زهرابی، اینا همه جای خودش بود. در واقع نمیتونست جمهوری اسلامی با اینا کنار بیاد، باید یه روایت دیگه میداشت. چه روایتی بهتر از اینجاست که بیاییم ما با اینا خصمش کنیم بکنیم به شیعه، اصلا میکنیم به شوسرمون تمومش میکنیم میریم تمومش کردن اینا. اینا اولا شیعه شدن، یعنی کتاب درآوردن بیرون و گفتن که شما کجای کاری بابک شیعه بود. یه آقایی به نام رضوی یه کتابی داره برده یکی از رسول رضوی به نام بابک نبض تاریخ نگاری، یکی از درست نظری پردازن جمهوری اسلامیه، میگه که بابک این خوردم دینان ربطی به مدرکی ندارن، ربطی به معنویت و زرتشتی ندارن، اینها هوادار فرزند امام جعفر صادق، امام شیعیان، فرزند ایشان کاظم، هوادار اینها هستند و اینها شیعه هفت امامی هستند. اون موقع نمیتونستی یه دوازده امامی بیدی، اینا شیعه هفت امامی هستند که به هر صورت ما هم میراثدار شیعه هم دید. ما شیعه هستیم، با شیعه هفت امامی هستند در اصلا ما پیشونی میشه دوازده که اونا حالا تو هفتش موندن. بنابراین ما این چی هست و بابک رو باید توی بستر مبارزه شیعه علیه سنی بغداد نشسته اونجا و ما این که شیعه هستیم و باید ما توی این بستر بگیم. بنابراین بابک سراخر بعد از همه این داستان ها تبدیل میشه به یک قهرمان شیعه با حس هویت اسلامی خودش علیه بغداد. اجازه بدید این داستان همینجا کوتاه کنم زیاد صحبت کنم. این پرونده کوتاهی بود، مروری بود در روایت بابک که ما همونطور که اشاره کردم چگونه هویتامون دستخوش تغییر میشه. هویت مثل مرزهامون، مثل خیلی چیزامون ابدی‌نظری نیست. هویت میتونه عوض بشه، هویت میتونه ساخته بشه، یه پروژه سیاسی میتونه باشه. یکی از رهبران تاریخ معاصر ایتالیا اشاره داره میگه که وقتی که برای نخستین بار از تصدیق
جنوب و شمال ایتالیا، ایتالیای کنونی ساخته شد، میگه ایتالیا رو ساخت، حالا بذارید ایتالیایی بسازیم. یعنی توش